سلام به همه رفقای خوخان در چنل توپ سخنگو، حالتون چطوره بچه ها؟ خیلی خوشحالیم که بازم در یک کلیپ دیگه در خدمت شما عزیزای دلمون هستیم. کلیپی اختصاص دادیم به لیست ارزشمندترین بازیکنان شاغل در فوتبال ایران و مقایسه اونها با شنیدا از ارقام جابجا شده در بازار که نشون میده حتما گرونترین بازیکن لیگ ارزشمندترینش نیست. پس قبل از اینکه بریم سراغ خبرمون، لطفاً لایک قشنگه، کامنت ها و سابسکرایب فراموش نشه. بریم ببینیم اصلا کیا هستن و داستان چه قراره. با داغ شدن دوباره بازار نقل و انتقال تابستونی، اخبار مربوط به بازیکن شاغل در لیگ ایران جنبه‌های مختلف پیدا کرد و همواره یکی از جذاب‌ترین مباحث در خصوص این بازیکنان ارزش‌گذاری قیمتی اونها شده. در همین رابطه داده‌های ترانسفر مارکت شاخص این ارزش‌گذاری قرار گرفته و حالا ما تو این لیست به بررسی 10 نفر از گرونترین بازیکنان شاغل اشاره کردیم. نفر بعدی علیرضا بیرانوند، پر سر و صدا ترین چهره نقل و انتقالات تابستونی فوتبال ایران، در حالی طبق ادعای باشگاه پرسپولیس با قرارداد 14 میلیاردی در این باشگاه موندنی شد. حالا سایت ترانسفر مارکت مدعی شده که ارزش تقریبی بیرانوند 1.2 میلیون یورو است. گلر ملی پوش و تعیین کننده که در بالاترین قیمت گذاری دوران بازی خوش عدد 3.5 میلیون یورو هم تجربه کرده بود. نفر بعدی میلاد سرلک از پرسپولیس، هافک شماره 10 پرسپولیس که ماندگاریش در این باشگاه با اما اگر همراه شده بود، در حالی قراردادش رو تمدید کرد که در ترانسفر مارکت برای او ارزش 1 میلیون یورویی در نظر گرفته شد. ستاره 28 ساله اصفهانی پرسپولیس در گرونترین ارزش گذاری سالهای بازی خودش به سر میره. و نفر آخر شهریار مقانلو سپاهان، آقای گل دوره گذشته رقابت‌های دیگه برتر، در حالی آخرین فصل قراردادش رو با سپاهان رو آغاز میکنه که با 1 میلیون یورو دهمین بازیکن ارزشمند لیگ به شما میره. مهاجم 28 ساله طلایی پوشان که سومین بازیکن سپاهانی در لیست 10 نفری ارزشمندترین بازیکن لیگ به انتخاب ترانسفر مارکت قرار داره. بالاترین قیمت گذاریش در طول دوران بازیش رو در همین امسال شهریار مقانلو داره تجربه میکنه. اما اگر ما میخواستیم نفرات بعدی که در لیگ هستن و مورد بررسی قرار بدیم، دیگه از ارزش 1 میلیون یورو به پایین بودن که دیگه جذابیتی نداشت. اما اینا بازیکنایی هستن که اول کلیپ هم خدمتتون عرض کردیم گرونترین هستن اما شاید ارزشمندترین نباشن. اما گوسه تک تکشون آرزوی موفقیت میکنیم تا بتونیم لیگ جذابی رو ببینیم، چون واقعا بازیکنای خوب دیگه تو همه تیم‌ها پخش شدن، اما یه مقدار سهمیه استقلال تو همه این تیم‌ها کمتر. امیدواریم بتونیم اکونوم هم تیم خوبی رو جمع‌آوری کنیم تا بتونیم فصل جذابی رو داشته باشیم. اما از شما از دل که تا این کلیپ همراه ما بودیم ممنون میشم نظرتون رو بذارین که واقعا کدومشون ارزش انقدر پول رو دارن. ممنونم که با همراه بودید. فعلا.